خانبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز آقای غفوری. گزارش آقای پورمحسن رو شنیدین، اما فکر میکنین واقعا اون سوالی که ما مطرح کردیم از هدف ساخت این سریال چی است؟ آیا میخوان حمله کنن به دولت روحانی یا میخوان یک تصویر بزرگ شده از خودشون نشون بدن در خصوص اشرافشون به سیستم اطلاعاتی ایران؟ حمله به دولت روحانی تنها میتونه یک بخش کوچیکی از هدف بزرگ این سریال باشه. پروپاگاندایی که این سریال بر مبنای اون ساخته شده، هدفش اینه که به جامعه ایران بگه سپاه پاسداران فعال مایشائه، یعنی هر کاری که شهروندان میکنند روشون نگاه هست، روشون سکن میشه و تمام چیزها زیر نظره. حتی اگر به مشکل آب بخوان اعتراض بکنن، پیشاپیش سپاه پاسداران دستگاه‌هایی داره که برای مثال میره و اگر چند نفر هم محلی جمع بشن در یک خونه ای، این ربات‌های کوچک میرن و اون رو شنود میکنن، یا از هوا تصویر هوایی دارن و به تمام شهر مسلط هستن. اینها بیشتر به خاطر اینه که جلوی هر گونه اعتراض رو بگیره، به که اگر شما بخواید اعتراض بکنید، اگر به تبعیض بین شیعه و سنی اعتراض بکنید، هر حرکتی که بکنید زیر نگاه سپاه پاسداران هست. علاوه بر این که این هدف به قول معروف پیشگیرانه رو داره دنبال میکنه، هدف دیگری رو هم دنبال میکنه که میخواد بگه امنیت در سایه اینه که ما باشیم در قدرت. این هدف طوری بیان میشه که ببینید، زمانی میگفتند پاکستان، در مورد پاکستان این رو میگفتن همه کشورها یک ارتش دارن، پاکستان ارتشی است که یک کشور داره. الان این همون رو سپاه پاسداران سعی میکنه پیاده بکنه و بگه که در جمهوری اسلامی اوست که تصمیم گیرنده است. حتی اگر دولت رو هم بخواد بره کاری رو بکنه در عرصه سیاست خارجی، باز نگاه سپاه پاسداران هست که سوار هست بر دولت، چه رسد به مردم عادی. آقای غفوری، یه سری تحلیل های هم در مورد این سریال شنیده میشه که این سریال داره یک روایت تاریخی رو بیان میکنه، اما وقتی سریال نگاه میکنیم چیزی از دزدیده شدن مثلا اسناد اتمی ایران نمیبینیم، چیزی از ترور آقای فخری زاده نمیبینیم در ایران زیر گوش سپاه پاسداران. فکر میکنیم واقعا این تحلیل درست هست، این انتخاب گزینشی که در سریال انجام شده؟ انتخاب کاملا گزینشی است، به خاطر اینکه اگر ما بخوایم بگیم که این بر مبنای اسناد واقعی است و میخواد یک رقابت جاسوسی رو بین ایران و اسرائیل به تصویر بکشه، اون وقت باید خیلی چیزهای دیگر بیان بشن. مسئله ترور فخریزاده آخرینش بود، ولی مهمترینش شاید حتی نبوده. ببینید، مسئله دیپلمات جمهوری اسلامی اسدالله اسدی، اینکه میخواست بمبی رو در مقر مخالفان در پاریس سال 2018 بترکونه، این کاملا لو رفتنش یک سوار بودن امنیتی اسرائیل بود در داخل نیروهای سپاه پاسداران، به خاطر اینکه نیروهای اروپایی با خبری که موساد بهشون داده بود حتی میدونستن که این بمب رو آقای اسدی با کدام پرواز یک ایرلاین شخصی، یک ایرلاین مسافربری در واقع میخواد حمل بکنه و به اتریش بیاره. مسئله فقط این نبود، یک شهروند دیگر ایرانی نروژی موقعی که از ایران برمیگشت در یک فرودگاه سوئد بازداشت شد، تمام اسناد رو پیشتر داشتن برای محکومیتش، نهایتا هم به 7 یا 8 سال زندان محکوم شد. این رقابت امنیتی اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل میتونیم بگیم که کفش کاملا سنگین‌تر بوده این مدت به نفع اسرائیل، چیزی که در این سریال نشون داده نمیشه و کاملا برعکسش نشون داده میشه. میخوام بگن که ما حتی در MI6 هم نفوذ داریم، در رده های بالای سرویس های اروپایی نفوذ داریم. واقعیت این است که ساختن چنین سریال هایی میتونه هواداران جمهوری اسلامی رو اندکی خوشحال بکنه در داخل ایران و اون شکست های امنیتی رو براشون به نوعی قابل پذیرش بکنه، ولی واقعیت روی زمین رو تغییر نمیده. واقعیت این هست که در این جنگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شکست‌های متمادی رو خورده، اسناد هسته‌ای رو از وسط تهران دزدیدند و بردند و هیچ کاری هم از دست سپاه پاسداران برنیامد. آقای غفوری، اشاره کردین به اشراف اطلاعاتی که مثلا توی سازمان اطلاعات اسرائیل هست و یا همینطور MI6 که خودتون مثال زدین. آیا واقعا در واقعیت هم همچین چیزی رو شاهد هستیم یا این داستانی که گاندو داره دنبال میکنه داره یک چیزی رو به مخاطبان خودش، یک چیزی که حالا واقعی هم نیست، به مخاطبانش القا میکنه؟ خیلی کوتاه ممنون میشه.
به نظر میاد در حد حتی افسانه است این نفوذ ها. ماکسیموم پیروزی که جمهوری اسلامی در جنگ اطلاعاتی داشته این بوده که یک وزیر سابق اسرائیل رو که خب پرونده فساد مالی و قاچاق هم داشته، اون رو تلاش کرده در آفریقا به سمت خودش جذب بکنه. اسرائیل اون رو هم زودتر فهمیده و برده محاکمه کرده، به زندان طویل مدت محکوم کرده. به نظر میاد که چیزهایی که در این سریال در مورد اشراف یا نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای سیستم امنیتی کشورهای خارجی تصویر میشه بیشتر شبیه یک داستان یا افسانه است که حالا مخاطب اندکی از مخاطبان خودش رو میخواد به این صورت سرگرم یا خوشحال بکنه. ممنونم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند.